آقای نفیسی، افرادی نظیر ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی سابق، مخالف جمهوری اسلامی، از تهران به مانند گلرخ ایرایی، از زندان اوین به مانند بخش بزرگی از چهره‌های سرشناس و مخالف نظام در داخل و خارج میان و بر لزوم تحریم انتخابات یا به گفته اونها نمایشی فرمایشی تاکید میکنن، ولی شما در پایتخت آمریکا به این جنبندی میرسید که میشه از کاندیدای اصلاح طلبی حمایت کرد؟ خب به خاطر که اونها فعال سیاسی هستن. ببینید، فعالان سیاسی برای خودشون یک پوزیسیون دارن و حق هم کاملا دارن که از این پوزیسیون ها دفاع بکنن و تحریم، عدم تحریم یا دفاع از شاهزاده، دفاع از این از اون، حق اوناست که این پوزیسیون ها داشته باشن. من که فعال سیاسی نیستم، من یک محقق هستم و نگاه میکنم به شرایط حاکم بر ایران. به نظرم میرسه، میخوام خاطر، به نظرم میرسه که در وضعیت فعلی این شخص در صورتی که انتخاب بشه به اندازه یک ذره از صفر بالاتره. ببینید، ما 3 سال دوران رئیسی رو داشتیم. ببینید، رئیسی یک باعث شرمساریه که رئیس جمهوری کشور بوده برای 3 سال. این تعارفی نیست که. و آقای رئیسی یک فردی بود نه تنها بی سواد، بلکه اصلا به کلی خارج از حیطه سیاست، و فقط این آدم، اونم با سابقهش در کشتار جوانان مردم بود. بنابراین اون چیزی که مهمه این است که ما انتخابات نداریم، ما حتی انتخاب بین 0 و 1 هم نداریم، 0 و 1 ذره بهتر داریم. این چیزیه که خامنه‌ای تهیه کرده برای این کشور. یعنی شما به کلی هیچ انتخابی ندارید. حالا یک شخصی مثل این آقای پزشکیان رو اجازه، لااقل این آدم سواد خوندن نوشتن داره. یادتون بیاد که رئیسی سواد خوندن نوشتن هم نداشت.